استقرار انبوه سربازان روسی در سراسر مرز اوکراین پیشا پیش انزمام شبه جزیره اوکراین توسط روسیه بسیار مشخص بود. ولی به نظر می رسد رئیس جمهوری روسیه روی کردی متفاوت نسبت به اوکراینی های روس زبان که وی برای حمایت از آنها نیرو اعزام کرد دارد. کیث داردن استاد دانشگاه آمریکایی واشنگتن میگوید پوتین این جدایی طلبان را نه به عنوان شهروندان آینده روسی بلکه بیشتر به دیده اهرامی برای نفوذ در آینده اوکراین می نگرد. ارزش استراتژیکی شرق و جنوب اوکراین به عنوان یک حامی روسیه علیه کیف است که به سوی غرب و پیوستن به ناتو و اروپا متمایل می شود. پوتین می خواهد این حامیان را در اوکراین حفظ کند ولی با قدرت بیشتر. جدایی طلبان دونتسک خواهان رفراندومی مانند کریمه برای جدایی از اوکراین که چه به صورت فدرال و یا غیر آن. ولی فدرالیزه روشی است که روسیه احتمالا در پی حفظ کنترل بر روس زبانها در شرق و جنوب اوکراین از طریق آن است. آریل کوهن محقق مؤسسه هریتیج در مورد پیامد این تحول برای روسیه میگوید. فدرالیسم اوکراین به معنای ناتوان کردن آن به عنوان یک کشور و دیکته کردن تغییرات قانون اساسی به کشور همسایه است و مطمئن نیستم برای روسیه چه مفهومی دارد ولی رهبر روسیه میگوید همه اوکراینی ها باید برای انتخاب آیندهشان آزاد باشند و انتقادهای مبنی بر تحمیل رفراندوم کریمه برای انزمام آن را رد می کند. ولادیمیر پوتین میگوید وی آماده از سرگیری روابط عادی با غرب است ولی نباید مقایسی از اقدامات امروز کیف علیه جدای طلبان هوادار روسیه با کمپین روسیه در 1990 علیه جدای طلبان چچن در کار باشد. ما در قفقاز شمالی با تجاوز تروریسم بین‌المللی روبرو شدیم که گروه‌های بسیار متشکل و از سوی خارج مسلح شده بودند. این یک تفاوت بسیار بزرگ است. جان لنزوسکی مشاور دولت رونالد ریگان روی کرده ولادیمیر پوتین را مملو و از تاکتیک های دوران اتحاد جماهیر شوروی پیشین می این یک فریبکاری استراتژیکی به شیوه شوروی سابق است. به این منظور که همه در غرب باور کنند ما باید با مسکو ملایم رفتار کنیم و نباید روسیه را زیاد تحریک کرد چون ممکن است اوزار را بدتر کند. روسیه میگوید نیروهایش در مرز اوکراین برای دخالت در آن کشور نیست و تنها اقدام احتیاطی برای جلوگیری از گسترش خشونت است. شهلا راسته صدای آمریکا واشنگتن